سه این بود که بر سبب های محرک های خارجی چیره بشیم، hacking back external triggers، که این رو من الان دارم مثال جدی دنبال میکنم. چیه مثال محرک خارجی؟ آره برات مثال میزنم، یه لحظه صبر بدی. مثلا چیزی که آهنگش قبلا گذاشته بودی برای ایمیل، گروپ چت، میتینگ ها، نوتیفیکیشن ها، اینا رو بیام کنترل کنیم. مثلا میگه که مثال میزنه، میگه ایمیل ها رو به صورت دسته‌ای جواب بدیم به جای اینکه هر ایمیلی که میاد سری بریم جواب بدیم. میگه تا ایمیل میاد، مثلا من خودم 100% اینطوری بودم که تا صدای ایمیل میومد ببرم چک کنم جواب یارو بدم، که اصلا یارو فکر کنه من آدم خفنی ام. مثلا سری جواب ایمیل میدم. آره، on top of everything. ولی میگه مثلا شاید یه نفر باشه، بعضی اصلا میگه همه رو که شما نمیتونین کنترل کنی. یه نفر از 3 سوال داره، 3 ایمیل میزنه، 3 بار مثلا چیز تو رو وقت رو میگیره. میگه بیام مثلا وقت بزنیم بگیم 2 بار در روز، مثلا صبح مثلا 9 صبح و 2 بعد از ظهر من جواب ایمیل ها رو میدم. بریم اون موقع چک کنیم و دسته اینا رو جواب بدیم. میگه اپایی که ممکنه حواستون رو پرت بکنن از روی موبایل حذف کنیم، بیایم روی کامپیوتر. مثلا من دیگه تلگرام روی موبایلم ندارم، الان فقط روی کامپیوتر. و اینکه میگه که این اپ ها خیلی خوب آپتیمایز شدن برای استفاده رو موبایل، که بتونن شما رو مثلا دیدی این مایندلس سکرولینگی که وجود داره، مثلا اینستاگرام اینطوری که تو فقط فلیپ می‌کنی، آره، میری پایین، مثلا همینطوری مثلا میری پایین. و میگه روی دسکتاپ مثلا اینطوری نیست، خیلی سخت‌تره، برای همین آدما کمتر وقتشون رو میذارن روی دسکتاپ. مثلا من الان توییتر و اینستاگرام هم هیچ نوتیفیکیشن دیگه نمیاد براش، اگر که فقط موقعی مثلا میرم سمتش که خودم بخوام برم سمتش، اونا نمیتونن حواس من رو پرت بکنن. مثلا میگه که بیایم نوع نوتیفیکیشن اپ رو مثلا عوض بکنیم، نذاریم یه سریاشون دیسترکتمون بکنن. اگر که میبینیم مثلا کلاب هاوس بود، من کلاب هاوس نوتیفیکیشنشو بستم، دیدم فرد فلانی زنده روم و به درک فلانی زنده روم، چی کار کنم؟ فلام کنی. بعد این بود هکینگ بک استرنال تریگرز. بعد میگه که مثلا میگه که آره گروپ چت ها و اینجور چیزا هم خیلی خوبن برای اینکه آدم بتونه در واقع وقتش رو کنترل بکنه. شاید نخواد مثلا با 7 نفر دونه دونه بخواد صحبت بکنه، یه تصمیم دست جمعی که میخوان بگیرن میتونن توی گروپ چت بگیرن. ولی به واسطه اینکه وقت کل روزت رو ازت نگیره، یعنی اینکه آره، فقط به خاطر اینکه وقت سیف کنی بری تو گروپ چت، اینطوری نباشه که بری تو گروپ چت ولی مثلا کل روزتو بگیره. خب اونجا خودشون عامل چیزن، عامل وقت تلف کردن گروپ چت، چون یکی یه چیزی میگه بهم، یکی یه دونه روش میگه، بعد همه رو میوت کردم دیگه، همه رو میوت کردم. الان مگر اینکه منو منشن بکنید من نمیبینم چی. و اینکه مثلا روزی یه ساعت مثلا بیام اونجا سر بزنم، نمیگم الان من موقعی که مثلا چه میدونم تلگرامو حذف کردم فقط روزی یه ساعت میرم، ولی توی پروسس دارم سعی میکنم. بعد چهارمی کاتگوری هم که وجود داره که من هفته پیش گفتم، prevent distraction with pacts، یا از حواس پرتی با تعهد بیام جلوگیری بکنیم. این خیلی باحاله، این یه حالت عکسی هم داره جالبه. بعضی موقع حالا من مثال شخصی میزنم، اینو خودم هنوز نرسیدم بهش، تو این کتاب میگه که اول سعی کنید اون 3 پله قبلی رو بتونید باش راحت باشین تا میایین سمت این، چون که این یه سری تعهد ایجاد میکنه که شاید واقعا شما نخواهید بهش پایبند باشین. اولین تعهدی که میگه، میگه که افکت پکت، میگه که بیایم برای خودمون چالش بذاریم، بیایم مثلا یه سری تعهد بدیم برای یه سری کارهایی که مثلا برامون سخته رو بیایم تعهد بدیم که یه کاری انجام میدیم. مثلا اگر که مثلا سخته برامون بریم جیم، بیایم به نفر تعهد بدیم که ما هر روز مثلا باش میریم. خب اگر که واقعا اون رابطه هر رو برای اینکه بتونیم حفظ بکنیم این کارا رو هم انجام میدیم، تو رو درواسی، یعنی خودمون رو تو رو درواسی بذاریم هر از گاهی. خب ممکنه با جاش رابطه آره، تعهد بدی بره. دقیقاً همینه. میگه که جیم که نمیریش اون آدمه هم از میگه خیلی باید مراقب باشید. میگه که برای همین میگه اول سعی کنید اون ستای دیگه راحت باشید، یعنی بتونید یه رابطه مناسبی با خودتون داشته باشید، بعدن شروع کنید تعهد دادن. یکی دیگه‌اش پرایس پکت، میگه هزینه مالی، میگه تعهد مالی ایجاد میکنم بعضی. مثلا من خودم اینطوری بود که من از ارتفاع خب یه مقداری کمی میترسیدم، میخواستم برم بانجی جامپینگ، ولی میگفتم کدوم آدم عاقلی میره تو تناب بمانده به خوش بندازه پایین. رفتم ثبت نام کردم، $85 که از من گرفت دیگه
اصلا مصمم بودم که 100% میرم. بعد اسپانیا رو مسخره میکنن. مصمم بودم که 100% میرم این کارو انجام میدم. میگم من هنوز خودم نتونستم با این چیز آخرش ارتباط برقرار بکنم. یه ذره برای من اکستریمه. یه ذره برای من خیلی افراطیه که مثلا اینجور تعهدا رو آدم بخواد بده برای اینکه بخواد یه سری رفتار رو عوض بکنه و به قول کارون شاید نتیجه بالعکس بده، آشو با جاش از دست بدی کلن. ولی خب اینم یه روشی بود که معرفی میکرد تو این کتابه. من خودم صفحه همون سفید شد یه جوری برعکس یه نگاه شد الان با بلک لایت روش میگیره. شاید یه ذره سخت باشه مثلا این تعهد رو ایجاد کردم، ولی خب همینطوری که شاید دارم تو این مسیر حرکت میکنم، اگر که ببینم بهم کمک کردم میام تو اپیزودهای بعدی. این آخریه رو من خیلی شک دارم. همون میگم این برای من خیلی سخت، این برای من خودم یه ذره چالش برانگیز بود. ولی من یه مثال داشتم در مورد همین ارتفاعه، پولری که دادم دیگه باید انجامش میدادم. این اتفاقا برای من زیاد میفته. بس که به آدم داره. آره مثلا فرهاد پولو بده نمیره. بابا این دیگه تشدید رو فرهاد رو من نمیکنم. مثلا موقعی که میخواستم میرفتم پیش فریناز اینا، موقعی که جیم و اینا باز بود، پولری که میدادم دیگه 5 صبح با بیدار میشدم. 5 میرفت. آره. یادمه. یعنی اون موقع دیگه اینطوری که من دیگه 15 دلار دادم دیگه داداش پاشو. دیگه لندیه. مسیری هم میره یعنی آره آره مثلا این میدونی چی میگم. ولی الان به خاطر اینکه مثلا جیم پایین خونه ما مجانیه. آقا مجانیه نه نه مجانی نیست، دارم شارش میدم. خب از مجانی نیست، ذهنیت اینه که مجانی یعنی مستقیم برای جیم پول نمیدی ولی داری براش یه مدل دیگه مثلا هزینه پرداخت میکنی. این 100% درست استفاده کردم این کوتش مارکو. آقا مجانی نیست نه، ولی هر روز مثلا ماهیانه اینطوری من نمیگم که پول جیم فکته که مجانی نیست. اینطوری چرا رو شارژت میاد به ما بریک داون نمیدن. حالا بری نگاه کنی خودشون بریک داون نشه مجانی آره، نیست میدونم. اینو نداره. چرا این اینطوری استفاده میشه دیگه، راست شده واسه ما. حالا راست توی فرند راست این راست گفتم چی شده شما. ولی پکتر من یادم یکی به من گفته بود تو منو چک کن که من هر روز ورزش کنم. خب چک کن. آره یه چیزی شه نه نه مثلا همینجوری به من گفت آقا تریک کن. آره. مثلا منو گول بزن که هر روز نه چک که مثلا من هر روز ورزش کنم. آره دو بار من تکس زدم فکر کنم یا اون خودش چیز کرد و اینا کلا رابطه قطع شد. بعدی بود یه 3-4 ماهی اصلا هیچ صحبتی با همون دیگه این چیزا جواب نمیده. من اسم کنم لوس بازیه دیگه. یعنی میخوای انجام بدی باید با خودت کنار بیای، یکی دیگر رو قاطی این بکنی رابطت با اون یکی دیگه هم خراب میشه.